رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل رو تعیین کردن قاضی در یمن در هنگامی که داشتن با ایشون ودا میکردن گفتن ای معاز در بین مردم یمن به چه چی چیز حکم میکنی؟ گفت یا رسول الله به کتاب الله حکم میکنم گفتن اگر موضوعی مطرح شد و در کتاب الله نیافتی اون وقت چی کار میکنی؟ گفت به سنت رسول الله عمل میکنم فرمودن اگر مسئله پیش اومد که نه در قرآن وجود داشت و در سنت پیامبر سنت پیامبر یعنی چی افعال و گفتار و کردار رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی این واقعی بود که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه رخ نداده بود و معاذ ابن جبل ازش اطلاعی نداشت به طور مثال در یمن یک نوع گیاهی است بهش قات بهش میگن این رو گیایی است که مثل مخدرات مواد مخدر استفاده میکنن البته تاثیرش کمتر از هیروین و تریاک و این مسائل است به طور مثال این در یمن وجود داره در جزیره تل عرب وجود نداره در عربستان سعودی خب مثلا مثل این اگر برات پیش اومد ای ماز ما چی کار میکنی؟ گفت اجتهاد میکنم اجتهاد چی است در دین مبین اسلام؟ اتفاقی میفته به طور مثال نکاح کردن از طریق تلفن زن و شوهر یکیش, یکیش در آمریکا یکیش مثلا در ایران هست و این دوتا میخوان با هم دیگه نکاح بکنن از طریق تلفن یک کانفرانس کال و اصطلاح تشکیل میدن به اصطلاح اون ملا یا شیخی که میخواد نکاح اینا رو ببنده عروس داماد دو نفر شاهد همه اینا در یک مکالمه به اصطلاح صوتی با هم هستن یا شاید هم تصویری و نکاه بسته میشه آیا این نکاه جایز است یا جایز نیست در زمان رسول الله صلی الله علیه و نه تلفن بوده نه اسکای بوده نه کانفرانس کال بوده که این مسائل رو مثلا پیامبر صلی الله علیه و در سنت خودشون بیان میکردن که آیا این نکاه جایز است یا نیست در اینجا علمای جهان اسلام میان یا یک عالم یا مجمع فقهی که مجمع فقهی رابطه عالم اسلامی وجود داره به شورای علمای جهان اسلام وجود داره اینها جمع میشن و این موضوع رو طبق دلایلی که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود داره در پرتو این فتوا صادر میکنن در مورد این قضیه <applause> که آیا این نکاح جایز هست یا جایز نیست به این میگن مسائل فقهی هیچ کس علما جمع نشودن بگن که خدا یکی یا دو تاست بیایید ببینیم اجتهاد بکنیم که خدا یکی سی یا دو تاست هیچ وقت جمع نشدن بگن که آیا رسول الله صلی الله واقعا پیامبر بودن یا نبودن بیا اجتهاد بکنیم که پیامبر بودن یا نبودن کسایی که این کار رو میکنه در مسائل اعتقادی اجتهاد میکنه این کفره این مسائل مسائل اعتقادی این مسائل ثابت شده در قرآن و سنت است و کسی نمیتونه از این مسائل خارج بشه قضیه توحید قضیه ارکان اسلام، قضیه ارکان ایمان، این مسائلی است که ثابت شده در بین علما هست از قرآن کریم و از سنت و مذاهب اربعه اهل سنت هم در این مورد مشکلی ندارن. در این مجمع فقی یک عالم ازهری بلند میشه میگه که این نکایی که از طریق تلفن بسته میشه شاید این زنی که در پشت تلفن هست اون فاطمه خانمی نباشه که قرار نکاش با علی آقا بسته بشه. شاید این یک دختر دیگری رو آوردن که در اینجا به اصطلاح فین بازی بکنه نقش فاطمه رو بازی بکنه و این نکا درش شبه وجود داره و این نکا باطله عالم دیگری میاد از مثلا از قطر از عربستان از ایران از کردستان از جای دیگه میگه نه این نکا درسته چرا این عالم دو طرف رو میشناسه هم علی رو میشناسه هم فاطمه رو میشناسه هم زهرا رو میشناسه هم محمود رو میشناسه اینا شناخته شده هستن شاهدام اینا رو میشناسن این عالمی که میخواد نکاه رو ببنده اینم ها رو میشناسه دامات هم میشناسه پس این نکاه نکاه مشکلی نداره حالا اگر میخواید این شبهه رو برطرف کنید بیاید از طریق اسکایپ این کار رو بکنید صوتی و تصویری این مسائل اجتهادی اختلافاتی است که در استنباط مسائل فقهی از قرآن و سنت وجود داره در, در مواردی که نص سریحی وجود نداشته باشه به طور مثال یک نمونه عملی بهتون بگم رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابه فرمودند که بعد از جنگ خندق لا یصلی احدكم العصر الا في بنی قریزه او كما قال صلی الله علیه و هیچ کس نماز عصر را نخونه الا در بنی قریزه صحابه مثلا 300 نفر بودن حرکت کردند سلاح و مهماتشون باشون بود وسط راکه رسیدن موقع ازان اثر شد در اینجا گفتن که ما نماز عصر رو میخونیم نصف اومدن 150 نفر اومدن گفتن که بله همینجا میخونیم و منظور پنبه صصر هم که این که فرموده بودن نماز عصر رو نخونید الا در بنی قریزه یعنی اینکه عجله بکنید منظورشون نبوده که نماز عصر رو نخونید نماز عصر رو بخونید منتها هدف پنبه صصر هم این بود که ما عجله بکنیم عده دیگه گفتن نه پیامبر صلی هم گفته که حتما در بنی قریزه بخونید ما در بنی قریزه میخونیم 150 نفر در وسط راه نماز عصر رو خوندن 150 نفر دیگه در بنی قریزه رسیدن و اونجا نماز عصر رو خوندن و متعاقبا این 150 نفر به آنها رسیدن اینا با هم دیگه اختلاف کردن در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم پشت سر اینا حرکت کرده بودن رسیدند صحابه اومدن گفتن یا رسول الله ما این کارو کردیم گفتن اردوتاتون کار درستی رو انجام دادید چه که این که در وسط راه خونده اجتهاد کرده و در اجتهادش این برداشت رو کرده که هدف پیامبر این بوده که شما عجله بکنین و اونی که در بنی قریزه خونده اونم اجتهاد کرده ظاهر حرف پیامبر صلی الله علیه و سلم رو گرفته پس کار اونام درسته گفتن کار اردوتاتون درسته در اینجا اختلافات مذاهب اهل سنت دقیقا مثل اینه این ائمه بزرگوار مذاهب در یک زمان که زندگی نمی کردن. یک حدیثی به امام شافعی رسیده گفتن که مثلا دستتون رو رو سینه بگذارید راوی این حدیث گفته که دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که دستشون رو رو سینه گذاشته بودن به طور مثال راوی دیگری مثلا ابن مسعود به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مثلا این روایت از طریق ابن مسعود به امام ابو رحمت الله علیه رسیده که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دیدم که دستان مبارکشون رو زیر ناف گرفته بودن حقیقت چیه پیامبر صلی الله علیه و هم اینجا گرفتن هم زیر ناف گرفتن هم بالای ناف گرفتن هم مثل مالکی ها این ور گرفتن چون این مسئله جز ارکان و واجبات نماز نیست این میگن که این اختلافات رحمت است به خاطر همین شما میخوای اینجا بگیر میخوای اینجا بگیر میخوای رو ناف بگیر زیر ناف بگیر بالای ناف بگیر همش از پیامبر صلی الله علیه و دیده شده روایت شده احادیث وجود داره این رو میگن اجتهادات فقی در این مسائلی که اختلاف وجود داره فرق برادر عزیزمون آقا رحمت که شما شافعی هستید با یک حنفی در همین مسائل است این که امروز دمیون بزرگ میکنن این قضایا رو میخوان اختلاف بندازن بین اهل سنت میخوان کینه و عداوت و دشمنی ایجاد بکنن در بین اهل سنت هدفشون از بین بردن همه است اونا نه به شافعی رحم میکنن نه به حنفی نه به مالکی نه به حنبلی یا نه به سلفی نه به وهابی طوری که ادعا میکنن نه به صوفی همه همه رو با جدا جدا میزنن شما رو جدا حنفی رو جدا کسی دیگری رو جدا و این اختلافات شما اینقدر سخت نگیرید به خدا قسم از همه ائمه اهل بیت و از همه بزرگواران ائمه مذاهب اربعه روایت شده که هرگاه حدیث صحیح برای شما رسید قول من رو به دیوار بزنید من تحدی میکنم که شافی، مالکی، همبلی، حنفی برن بگردن یک قول از ائمه مذاهب اربعه بیارن که گفته باشن یا ایوان ناس مثلا امام اعظم فرموده باشه که یا ایان الناس شما باید هنفی باشید هنفی زندگی کنید هنفی از دنیا برید یا گفته باشن من برای شما مذهبی به نام مذهب هنفی گذاشتم برید بگردید از همین الان تا رمضان سال 1637 مهلت دارید اهل سنت کسایی که تعصب دارن تو این مسائل اونایی که تعصب ندن دنبالی این مشکلات نمیگردن برید بگردید یک قول از امام بانی امام احمد امام شافی، امام مالک پیدا بکنید که گفته باشه شما فقط و فقط باید پیرو مذهب من باشید و اسمتونم بذارید حنفی یا شافی یا مالکی یا حنبلی و فقط از این راه و روش پیروی بکنید در حالی که ما بارها نشون دادیم که از همه این بزرگواران روایت شده که هر حدیثی که به پایه صحت رسید مذهب من است